با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت همه شما دوستان عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوب و خوشی رو هم تا این لحظه سپری کرده باشین. ممنون و متشکریم که با نظرها و پیشنهادها و البته انتقادهای سازندتون سرخط همراهی می‌کنین. آقا دیروز که ما نبودیم انگار یه اتفاق خیلی خیلی مهم تو بابل مندب افتاده و هوش از سر غربی‌ها پرونده، در حدی که حتی اروپایی‌ها دارن در مورد فرستادن ناوگان به این منطقه تجدید نظر می‌کنن. سنتکام دیشب طی بیانیه‌ای مملو از سرخوردگی و وحشت اعلام کرده که انصارالله یمن برای اولین بار از زمان شروع حملات خود از یک شهباد زیرسطحی انتحاری استفاده کرده. فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام میگه 5 حمله به 3 موشک کروز، یک زیردریایی و 2 شناور بدون سرنشین انفجاری شهباد در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن انجام دادیم. حوثی‌های یمن برای اولین بار از زمان شروع حملات خود از زیردریایی بدون سرنشین استفاده کردند. خب همونطور که می‌بینین دیگه رسماً وارد یک جنگ دریایی تمام عیار در این منطقه شدیم. و کی فکرش رو می‌کرد که انصارالله زیردریایی اونم از نوع بدون سرنشین داشته باشه؟ البته این استراتژی یمنی‌ها که می‌ذارن خود آمریکایی‌ها همه چی رو اعلام کنن به خوبی داره جواب میده، چون مطمئن باشین اگر انصارالله این حرف رو خودش می‌زد، غرب‌گداها هزاران دلیل براش می‌آوردن که باور نکنن و بگن دارن دروغ میگن، ولی الان که اربابشون داره اینو میگه لال شدن. از طرفی آمریکا رسماً چند روز پیش حوثی‌های یمن رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. آمریکا سال‌ها قبل هم حوثی‌ها رو به عنوان یک سازمان تروریستی تعریف کرده بود، اما این مصوبه رو در سال 2021 حذف کرد، چون انصارالله اخطار داده بود که کل زیرساخت‌های نفت و گاز در خاورمیانه رو منفجر می‌کنه مگه اینکه تجاوزات ائتلاف عربی متوقف شه و از لیست تروریست‌ها خارج بشن. حالا بعد از گذشت چند سال دقیقاً برعکس عمل می‌کنن و می‌خوان دوباره منطقه خلیج فارس رو علیه یمن کنن. این رفتار آمریکا رو دقیقاً در یک نوع تهدید واسه بسته شدن تنگه هرمز و نابودی روند عادی‌سازی ارتباطات کشورهای خلیج فارس با ایران تفسیر کنین. سیا و تیم واقع‌گرای پنتاگون می‌دونستن که آمریکا در آستانه شکستی دردناک هست و از این امر جلوگیری کردن، اما حالا کاملا کنترلشون رو از دست دادن. ایالات متحده خودش و متحداش رو به وسط نبردی کشونده که فکر میکردن خیلی راحت پیروز میشن، اما در واقع تا پیروزی فاصله بسیار زیادی دارن. بابل مندب امروز رسما به خلیج فارس دوم ایران تبدیل شده و همونطور که میبینین متحدین ایران به یه درگیری بزرگ جهانی وارد شدن، ولی تا زمانی که این مناطق رو در دست دارن، ایران و یارانش دست بالاتر رو در اختیار دارن و نمیذارن که جنگ حتی نزدیک مرزهای ایران بشه. اینم باشه برای اونایی که میگفتن چرا ایران داره به محور مقاومت کمک میکنه و از اینجور داستانا. البته الان دیگه حتی بچه‌ها میدونن که اگه این اقدام ایران نبود الان باید تو شهرهای مرزی میجنگیدیم. حالا تا بحث دفاع از مرزهای کشور هست، این خبرم از مؤسسه واشنگتن بگم خدمتتون که مدعی شده ایران قصد دارد سامانه‌های پدافند هوایی 15 خرداد را در مناطق دیر و زور دمشق و لبنان مستقر کنه. البته در حال حاضر سامانه‌های پدافند هوایی کوتاه و میانبرد، رادارها، سامانه‌های جنگ الکترونیک ساخت ایران در سوریه، عراق و لبنان فراوان مستقرند. این در حالیه که حزب الله بجز برخی از سامانه‌های پدافندی ایران از سیستم‌های جنگ الکترونیک برای سرنگونی پهپادها هم بهره‌مند هست. در سوریه و عراق هم گروه‌های مقاومت احتمالاً سامانه‌های مختلفی از ایران دریافت کردن. خب مثل این که چند تا خبر فوری هم داریم دوستان. ظاهراً انصارالله یه MQ-9 شکار کرده. چند دقیقه پیش کاربرای یمنی در شبکه اجتماعی مدعی شدند که نیروی پدافندی یمن موفق به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی شده که به احتمال زیاد MQ-9 بوده. حالا و همین لحظه که داریم این ویدیو رو براتون تهیه می‌کنیم، این خبر تایید شده و خود یحیی سری تایید کرد که نیروی پدافندی یمن موفق به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 شده. الان حال عاشقان تکنولوژی غربی واقعا دیدنیه و اگر گفتین کدوم سامانه میتونه این پهباد رو مثل آب خوردن شکار کنه، همین الان داشتیم در مورد صحبت میکردیم. در حالی که سامانه‌های ایرانی دارن دمار از روزگار تسلیحات آمریکایی در میارن، این مفلوک ها کاسشون رو گرفتن، دستشون رو در حال گدایی حمله نظامی به ایران هستن. اگر که الان با مردم غزه و فلسطینیان و دیگران داره این چنین میکنه،
ازش بعید نیست که بعدا با ایرانی همین کارو بکنه. اگر به ایران حمله بشه مردم به استقبالش میرن و اینکه این تحریم ها به نفع مردم ایرانه سرانجام باعث سقوط حکومت میشه. حالا یه مدتی مردم ایران سختی بکشن، این عین جملاتی است که من ازشون شنیدم، حالا یه مدت مردم ایران سختی بکشن، حالا اصلا فرض کنید که عده‌ای هم کشته بشن، بالاخره بهایی که باید داد برای آزادی اینها، این تحلیل خیلی تحلیل ساده انگارانه است. آقای فرهمند، پیرو حالا صحبت شما و آقای ویسی هستن متخصصانی که جوامع انقلابی رو نگاه میکنن و معتقدند که اگر یک حمله خارجی به یک دیکتاتوری انقلابی بشه، بعد از اون خیلی احساس ملی گرایی از قضا ممکنه که در اون جوامع ایجاد بشه. انقدر در مورد اینا و خط مشیشون صحبت کردیم که دیگه واقعا تکراری شدن، فقط خواستم یه نمونه از خفت رو بهتون نشون بدم. اما به کوری چشم همین جماعت، امروز صبح یه بار دیگه نیروهای مسلح کشور ناوهای شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری رو رونمایی کردند. با الحاق دو ناو شهید صیاد شیرازی و شهید حسن باقری، با دستور سردار باقری به نیروی دریایی سپاه، به طور رسمی اولین ناو تیپ سنگین نیروی دریایی سپاه هم تشکیل شد. لازم به ذکر که مراسم الحاق همزمان دو ناو محافظ از کلاس شهید سلیمانی به نیروی دریایی سپاه هم به گفته برخی مقامات امروز برگزار میشه. فعلا تصاویری از این دو ناو منتشر نشده دوستان، به محض منتشر شدن تصاویر شما رو هم در جریان قرار خواهیم داد. خب حالا تا بحث کشتی هاست، این خبرم از رژیم صهیونیستی داشته باشین. کشتی جنگی نیروی دریایی ارتش اسرائیل هدف حمله قرار گرفت. منابع اسرائیلی با انتشار این تصویر از آتش گرفتن کشتی نیروی دریایی اسرائیل در مقابل ساحل نهاریا خبر دادن. برخی از منابع عبری با تعجب بسیار زیاد مدعی شدن که از موشک‌های ضد زره علیه این هدف دریایی استفاده شده. قبلا این تست رو یه جای دیده بودم دوستان، شما یادتون نمیاد؟ همزمان با این اقدام، روزنامه عبری اسرائیل الیوم امروز یک گزارش قابل تأمل از اوضاع این رژیم منتشر کرده و خیلی خلاصه نوشته که سران حماس از جمله یحیی سنوار، محمد زیف و مروان عیسی تا همین الان در قید حیاتن و به کارشون ادامه میدن. این یک شکست مفتزهانه برای اسرائیل است. همینقدر کوتاه ولی عمیق. فعلا اوضاع در این رژیم آروم گزارش شده دوستان، ولی رسانه‌های عبری هم از این اوضاع وحشت دارن و خیلی هاشون این آرامش رو به آرامش قبل از طوفان تشبیه کردن. ما منتظر میمونیم ببینیم حزب الله و حماس چه نقشه‌هایی برای ساعات آینده در رژیم صهیونیستی دارن. و اما در انتهای این ویدیو توجهتون رو جلب می‌کنم به این مقاله نیویورک تایمز درباره انفجار خطوط انتقال گاز ایران که به قلم فرناز فصیحی خبرنگار بی‌بی‌سی بوده. به نظرم همه چی مشخصه دیگه، تو ویدیوهای قبلی در مورد این موضوع صحبت کردیم. این شخص سابقه بسیار زیادی در انتشار اخبار فیک و زرد و پروپاگاندا داره. در نتیجه هم این مقاله صرفا نظر شخص نویسنده بوده. فصیحی در این مقاله انفجار خطوط انتقال گاز ایران و همچنین کارخانه مواد شیمیایی رو به اسرائیل منتسب کرده بود. منبعش هم به گفته خودش یک استراتژیست نظامی وابسته به سپاه بوده. ببینین که ابرقدرتان به چه روزی افتادن که دوباره رو آوردن به این دست مزدوران رسانه‌ای. خیلی ممنون و متشکرم دوستان عزیز که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها فرمیشتون نشه و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حب باشید.